داشتم قصه نخور عمر جدایی سر میاد آسمون آبی میشه شب میره و سهر میاد شب میره و سهر امشب شب تاریخیه نه؟ امشب بعد از 2700 سال بتت فسود موفق شد که تمام خاطرات هنرهای یهودی رو برزه نمایش بذاره که امشب دارن این کار رو بکنه مرسی، این خیلی مهم چیز خیلی مهمه آه. من فارسی من فارسی من مزخرفه نه اتفاقا شما متولد تهران هستید آره آره پدر من اونجا کار کرده آقای نیمرودی آره سرهنگ نیمرودی برای شما نه آقای سرهنگ نیمرودی آره اونجا اخو میلی تری اتاشه بپرسید و هیا نسپخ چار اخ ببستین زمین اونجا کار کرده رفت برای 2 سال اما شاهنشاه خواست 10 سال اونجا 10 سال بمونه میمونه و شما و من اونجا تولد بودم بحبه. شما به دنیا اومدی آره او فرمان اخو روی پایم אנחנו רואים כמו שאני מבין תערוכה לכבוד יהדות איראן אומנות כלי נגינה איך שאנשים חיו ובית התפוצות נזכר שיש בתפוצות גם איראנים יהודים איראנים, לא רק פולנים. סוף סוף. אז הנה, אז הוא נתן להם בצדק את הבמה. לעיראקים יש. לעיראקים? אבא, יש לעיראקים גם? יש לעיראקים באור יהודה. באור יהודה, נכון. ואבא שלך תרם $1,000,000 שם. חובה. חובה. פרפרט. לעזם בוש כמו יהודי איראני אמית, מובמנטי, לשתי בשם, הרכת קונים וחודון ושתסורים. ואם בנזר מן, כלי אופרצוניטי ג'לביה, که مردم میان، دوستان میان، اسرائیلی ها میان میبینن که شخصیت جامعه ما چیه؟ اولین آثار هستی که در دانشگاه تل اویو قرار دارید؟ در دانشگاه تل اویو بله. آثار اولین بار آثار تاریخی که از یهودیان ایران برپا شده. و البته تا اونجایی که من اطلاع دارم اول قرار بودی که داکومنت باشه. اگر ما میدونستیم که اشیاء دیگه هم میشه گذاشت ما چیزهای دیگه هم داشتیم که بتونیم بفرستیم. و در موزه نگهداری بشه ولی حالا انشالله در دفعات آینده باز هم تکمیل تر میشه ولی افتخار بزرگی بر یهودیان ایرانی در جامعه یهودیان در اسرائیل که یه همچین اگزیبیشن رو بپا کردم خیلی خیلی ممنون و بازم مبارک باشه و به شما خوش آمد میگم و امیدوارم همیشه با دست پر کارهای خیر رو یاد بکنید خیلی خیلی ممنون از من نپرس خونم کجاست تو اون همه بیرونه ای هم قبیله چی بگم قبیله سرگردونه
ברוך הבא, אדוני השר, מה שלומך? תודה רבה, תודה רבה. אתה יודע, זה היסטוריה, עם ישראל עשה ממש היסטוריה. של העם האיראני. זה ההיסטוריה הארוכה ביותר של גלות יהודית. אין גלות יותר ארוכה מזאת. התחילה במאה השישית לפני הספירה, לפני 2600 שנה, וכמעט נגמרה, עוד נשארו שם עד 20,000 יהודים. אין גלות יותר ארוכה בשום מקום. תכף אחרי שחרב בית ראשון, הגיעו אנשים לבבל ולפרס, חלק קטן חזר עם כורש, וחלק נשאר. ברוך השם, עכשיו כבר נשארו מעט, וברוך השם חלק גדול בעלי ארץ ישראל, חלק עוד מסתובב בלוס אנג'לס, במקומות אחרים, גם אותם צריך להביא פה. זה נכון. איפה יונס? נגיד לו שיבוא. לא, לא, הוא נמצא כאן. אני ראיתי אותו. דן, אתה יודע שזאת תערוכה ראשונה מסוגה בעצם. אני יודע. מאז קום המדינה. אני חייב, אם תיתן לי, אני גם אראה אותה, היא מעניינת. אנחנו נשמח ללוות אותך. שמחה רבה. דן, תודה רבה. תודה רבה. در بیام بام در پیمن تو کاندوید در بیام بام در پیمن تو کاندوید بر نشان پایان سرگشت را گرد از پره بیابان برفشان عاقبت دریا افتاقبت دریا فرورا و بدین گفت مجده ده که دستوری رسید ترتیبی مجبور هرچی میخواهد دل تنگت بگو گفت مجده ده که دستوری دستوری رسید بیش آدابی و ترتیبی مجموع بیش آدابی همچین شبی نبوده و در کنار من خانم هما سرشار برای اولین بار که نیست زیارت کشور مقدس اسرائیل میکنه و امشب با دست پر مبارک باشه خیلی ممنونم خیلی تبریک میگم به همه مسئولان ما به شما تبریک میگیم ممنون من کاری نکردم من جزء یکی از تماشاگران هستم اینجا البته در دو روزی که کنفرانس هست روزای دوشنبه و سه شنبه من یه سخنرانی دارم ولی واقعا مسئولین موزه دیاسپورا به تحت فسوت و مسئولین دانشگاه تلاوی مرکز ایران شناسی بسیار زحمت کشتن برای اینکه این نمایشگاه فوق العاده با اهمیت رو برقرار بکنن من خیلی خوشحالم و خیلی باعث افتخار همه ما ایرانی هست که بالاخره برای نخستین بار نمایشگاهی با این عظمت در اسرائیل در مورد یکی از بخش‌های مهم زندگی یهودیان ایرانی گروهی که تعدادشون در اسرائیل بسیار زیاده و مجموعه یهودیانی که در دنیا زندگی میکنن تعدادشون در اسرائیل از همه جای دنیا بیشتره بنابراین جا داشت و این کمبود احساس میشد که این بخش پر بشه و خوشحالم که ما امشب شاهدش هستیم بله. مبارک باشه خیلی ممنونم از لطفتون سپاسگزارم که اینجا هستین با ما هستین امشب خیلی ممنون با افتخار زیاد خواهش میکنم ما چی میبینیم منظور این نمایشگاه چیست برای چه چرا حالا نمایشگاهیه که در مورد تاریخ یهود ایران و به همت چندین دوستان مختلف اینجا برگزار شده و دلیلش اینه که احتمالاً البته دلایل مختلفی داره ولی یکی از دلایلش اینه که موزه بتتفوتسو در دانشگاه تل آویو بر این انگیزه است که زمینه کارهای خودش رو گسترش بده و
بیشتر در مورد ممالک یهود، ممالکی که قوم یهود در اونجا بوده، در سراسر دنیا نمایشگاه مختلفی بذاره. به خاطر قدمتی که قوم یهود در ایران داره و از سال 2700 سال پیش در ایران اومدن، تصمیم گرفتن که اولین نمایشگاهی رو که در مورد قوم‌های یهودی خارج از مملکت اسرائیل به نمایش میذارن ایران باشه و در مورد مردم ایران باشه، که این سنگ اولیه‌ای باشه که برای این کار بنیانگذاری میکنه. یعنی به قول شما سنگ اولی اسرائیل بعد از 62 سال از اون روزی که استقلال اسرائیل بوده، این فکر بک نبوده. درسته، همونطور که خودتون و بینندگانتون میدونین، مملکت اسرائیل بیشتر در بخش اول به وجود اومدنش، شاید میشه گفت به همت عمده بیشتری از اشکنازی‌ها و یهودیان اروپا بوده و به همین دلیل و عراقی ها هست. بله بله بله، ایرانی ها هم سهم عمده ای در این کار داشتن، ولی خب به دلایل مختلف این سهم به طوری که باید و شاید و شایسته اینها بوده منعکس نشده. שלנו ליהדות איראן מזל טוב. זה פעם ראשונה, לא? אחרי 2700 שנה יש תערוכה בסגנון כזה וברמה כזאת. האומנות הפרסית היא תערוכה כל ימות השנה, כל שנה. אבל הפעם הצליחו להביא לפה את מיטב היצירות, וזה באמת הזדמנות גם נדירה וגם ייחודית. אתה יודע שהתערוכה הזאת תהיה פתוחה לפחות חצי שנה והיא תעובר לארצות הברית. נבוא לראות את זה. גם בארצות הברית. אולי הגיע הזמן שתהיה לנו, או שיהיה לנו, לעם האיראני פה בארץ, יהדות איראן, מוזיאון, קבוע, משהו טוב, שהוא ייחודי. זה בעזרת השם. חלק חוש ומדית. תשכו. ושמוע תבריק מגיעם. אמצ'ין שבי וואגן, ושמוע בית תבריק מגיעם. חייס מוכנם. אם יקי אז אבלים אקדומות איסקי ברי شناساندن فرهنگ والای ایران در اسرائیل برگزار میشه، باعث خوشوقتیه. در مجموع کوچکتر از اون چیزیست که من تصور میکردم، ولی به عنوان گام اول کار بسیار خوبیست، باید تقدیر کرد از همه دستاندرکارانش. جناب امیر، میدونم که این نمایشگاه در طول 3 ماه بعدا نمایشگاه رو به نیویورک میبرن و اونجا هم دوباره ادامه داره. و چرا؟ منظور چیه؟ فقط 3 ماه اینجا بمونه؟ اصولا انتقال نمایشگاه ها از کشور به کشور یک امر معمولی هست که این باعث همکاری های بیشتری میشه و امیدوار باشیم که هر اندازه زمان بگذره این نمایشگاه غنی‌تر بشه و افراد بیشتری پیدا بشن که آثاری رو که در خانه ها، انبارها یا جاهای دیگه دارن در اختیار این موزه بگذارن و این غنی‌تر بشه، به خاطر اینکه ایرانیان فرهنگ بسیار غنی دارن و لازمه که اشیاء بیشتری به این نمایشگاه ها و به این موزه ها داده بشه. به نظر شما این یک قطره است یا فعلا یواش یواش قطره به قطره میشه یک دریا یا یک اقیانوس؟ هنوز اون چیزهایی که باید ببینیم نمیبینیم. اشتباه میکنم؟ متاسفانه تصور نمیکنم که دریا بشه و اقیانوس بشه، به خاطر اینکه یهودیان ایران و اصولا ملت ایران انقدر جنگ ها و غارت ها و کشتار ها رو متحمل شدن که متاسفانه بسیاری از آثار تاریخی و فرهنگی با ارزش از دست رفته و چیزهای خیلی کمی مانده و به همین علت هم تهیه کردن این نمایشگاه این همه دشوار بود
و ولی بدون شک هنوز افرادی هستند که چیزهای زی قیمتی در خانه های خودشون دارن که باید مطلع بشن و در اختیار این نمایشگاه قرار بده. بله جناب امیر، من میخوام از شما تشکر بکنم و به شما تبریک بگم و به قوم یهود که در اسرائیل زندگی میکنن، ایرانیان مقیم اسرائیل، مبارک باشه. و این همچین شبی واقعا پرخاطری تا به حال نبوده، شب تاریخی از 2700 سال پیش. خیلی خیلی ممنون، لطفید. חמישי למשפחה. זה חלק מהתרבות, זה חלק מהתמונות, זה חלק מהמראות, זה חלק מהריחות אם תרצה. אבל אני חושב שכולנו כאן בארץ הזאת קודם כל ישראלים, לפני כל דבר אחר. זה מחבר בין האנשים, זה מזכיר מאיכן הם באו. וזה גם מלא לא מעט געגועים, כשאתה רואה תמונה של סבתא בחלק מהתרבות והאמנות של העלייה מאיראן, זה ודאי מעורר געגועים וגם יוצר איזושהי לכידות. עד כמה חשוב האירוע הזה ליהדות איראן? יהדות איראן הייתה מקופחת במשך 62 שנה מאז קום המדינה. בפולקלור, במוזיקה, בתאריכות, בכל מה שאתה רואה. למה? הייתה מקופחת. לעולם לא דיכאו את העם היהודי והגלויות שנמצאות כאן בארץ, דיכאו אותם. למה? כי לא נתנו לאף גלות להרים ראש חוץ מעברית או יידיש בלבד. התערוכה הזאת כתוצאה משנים של דיכוי, של תרבות, בשנים עברו. עכשיו, מה שאתה רואה כאן היום, זה דבר של 2,700 שנות איסוף של נושאים ופריטים שהלכו לאיבוד. כל כך הרבה היו מלחמות בעם היהודי, באיראן, בעיקר באיראן, לצערנו לא נשארו הרבה דברים. לכולנו, זה הרגשה מצוינת. יש לך חלק גדול מאוד בערב הזה. כן, אני... מתי נולד הרעיון הזה לעשות כאן בבית התפוצות תערוכה של יהדות איראן? זה בערך כשנתיים התבשל, ובמשך שנה וחצי היה מחקר מאוד עמוק בנושא הזה, וברוך השם אנחנו עכשיו עומדים בסיאו. מה אנחנו רואים בעצם בתערוכה? אנחנו בעצם רואים 3,000 שנות תרבות ויצירה של יהודי איראן עם עליות ומורדות, לכן גם התערוכה נקראת אורות וצללים. כי למרות כל התקופות שבהם היהודים דוכאו, למרות זאת הם החזיקו מעמד ובאופן מופלא המשיכו להאמין באמונה שלהם וכל הזמן ליצור ולשמור על הייחודיות שלהם, למרות שהם היו חלק מה... העם האיראני שהיה מאוד מודע למוצא היהודי שלו ולתרבות הייחודית של יהודי איראן. מי אלה שהיו שותפים לרעיון הזה? האוצר הראשי כמובן חגי סגב,
ויש עוד חבורה של אנשים שעבדו, אורית אנגלברג ואריאלה אמר, וכמובן פרופסור דוד מנשרי, פרופסור דוד ירושלמי, ועוד רבים וטובים שבאמת נתנו את הלב והנשמה, ואתה יכול לראות שהתערוכה הזאת עשויה בהרבה מאוד אהבה. התערוכה הזאת תהיה פתוחה כמה חודשים? היא תהיה פתוחה 5 חודשים, ולאחר מכן היא עוברת לארצות הברית, לפחות חלקים ממנה, ויש גם קטלוג אבל שהוא כמובן תיעד לעולמים את התערוכה. זאת אומרת, התערוכה הזאת אחרי 5 חודשים עוברת לארצות הברית. בעזרת השם. ושוב חוזרת למקומה. לא תחזור, לא תחזור. מחזירים את החפצים לאנשים. לאנשים. אז זה רק מביא לנו אולי רעיון ותיאבון שיהיה לנו בית תרבות משלנו. להקמת מוזיאון יהודי משלנו, כמו שיש למורשת יהודי בבל ואור יהודה. הגיע הזמן שיהיה גם לפרסים, להתחיל לאסוף תרומות, חבר'ה. אשרי המאמין, אסתר, אני רוצה להודות לך. בכיף, תודה רבה לכם. תודה רבה לך, תודה רבה, תודה רבה. בתוך ההמולה ראינו את מפקד חיל האוויר לשעבר איתן בן אליהו. מה זה יש לו פחדים שאני אשאל אותו שאלות בפרסית, אבל אני הפעם אבטר לו. מזל טוב. בסדר, תודה רבה. אני חושב שזה באמת חשוב מאוד. חשוב מאוד גם ליהדות איראן, חשוב ליחסים בין איראן וישראל, שהם על אבנים לוהטות כרגע. ואני חושב שזאת חוויה בלתי רגילה לצלול לתוך ההיסטוריה העתיקה והמעניינת של היהדות האיראנית, שהיא כל כך עשירה תרבותית ומעניינת. אני גיליתי פה הרבה דברים שלא האמנתי שהם קיימים. זה גרם לי סיפוק רב ואושר רב. אבל אתה שותף בהקמה של התערוכה הזאת. מה זאת אומרת? כן, אני תוך כדי ההכנה מיום ליום הופתעתי יותר ויותר. מה הייתה המטרה של הקמת התערוכה דווקא בבית התפוצות? מה זאת אומרת? זה המקום הכי טבעי. במקום הזה צריך להציג את כל הקהילות היהודיות ולהפוך אותן לקהילות ישראליות ולהביא לפה את כל תפוצות העולם כדי שיפגשו פה במרכז הזה. פעם זה האיראנים, אחר זה יהיה האפגנים, אחרתיים זה יהיה הגרמנים והאמריקאים והיפנים והסינים, כולם צריכים בסופו של דבר להגיע לפה, פה הבית שלנו, פה המרכז שלנו. אבל אתה יודע, אני מבין שבעוד מספר חודשים התערוכה הזאת מעבירים אותה לארצות הברית. כי יש לנו גם קהילה עשירה וגדולה מאוד בניו יורק, ואותו דבר גם בלוס אנג'לס. אנחנו רוצים שגם הם ייהנו מזה, ושגם הם יוכלו להביא את החברים והקרובים האמריקאים שלהם, לאו דווקא איראנים. זה לא נועד לאיראנים, זה לא נועד לאיראנים בלבד. זה נועד בשביל למזג בין האיראנים לבין היהודים האחרים. אבל את הפליטים ואת המוצגים שהיום אני ראיתי והתרשמתי מהם באמת, הם על תערוכת יהדות איראן. נכון, אנחנו מציגים פה, זאת תערוכה איראנית, אנחנו מציגים גם אוספים איראנים, אנחנו מציגים גם מזכרות שיש לאנשים איראנים, והכל ביחד צריך לתת תמונה גם על ההיסטוריה, גם על המורשת, גם על התרבות, וגם על תמונת המצב המודרנית של 100 השנה האחרונות, מהתקופה שהיו לנו יחסים טובים מאוד בתקופת השח, ועד היום שיש לנו יחסים רעים, אבל זה המצב הזה של עליות וירידות מלווה את היהדות האיראנית לאורך כל השנים, כבר 2000 ומשהו שנה. בגלל זה גם אנחנו רצינו לקרוא לתערוכה אורות וצללים, כי מדי פעם זה אורות ושמחה, ומדי פעם זה צללים ועצב. איתן בן אליהו, חילי מאמנון. תודה רבה. מרסי. עכשיו תברך אותנו גם, תגיד לנו משפט אחד בפרסית. מן המתונה דוסטרם. חילי מאמנון. מרסי. מרסי, חילי חובה. ברוך הבא, מה שלומך? תודה רבה, מצוין. מזל טוב מגיע ליהדות איראן, לא? למה? על האירוע? על האירוע הזה. ליהדות איראן מגיע מזל טוב תמיד. אבל האירוע הזה הוא יוצא דופן. אתה יודע, דן, אחרי 2700 שנות גלות, ולארגן דבר כזה, זה דבר לא הולך בחומרים, באלמה, כמו שאומרים. קודם כל, ברכות למי שעמדו מאחרי זה. למפקד חיל אוויר לשעבר, איתן בן אליהו, ולתורמים, משפחת נזריאן ואחרים. אני חושב שעשו פה מעשה שהוא חשוב לעם היהודי. כי העם היהודי זה תפוצות רבות. וצריך לתת ביטוי לכולן בבית התפוצות. אתה ראית פעם משהו פה שבתוך התערוכה, איזה משהו שקרוב אליך? למשל, חבר הכנסת מופז, רב אלוף לשעבר, שר הביטחון לשעבר, ראה את התמונה של הסבתא שלו. אז אני לא יכול לראות את התמונה של הסבתא שלי ולא של הוריי, כי הם עלו לארץ ב-1935. אז אני מניח שאז
יש לי תמונות, אבל מהארץ. אבל ראיתי כאן דברים שריגשו לי את הקרביים, את הכל. ראיתי את הצהרת כורש, שלא ראיתי אותה. והצהרת כורש היא הדבר, המסמך הכי חשוב. אולי צריך להעביר לה, להעביר תרגום שלה לאחמדינג'אד. הקד הזה שאתם רואים אותו, זה בעצם תרומה של פרץ שקלים כאן לתערוכה. מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר. חסנה בושי. תודה לאל, מרסי. מוברק בושי. סיידון קמלה של מרסי. וזה אני הבאתי לפני 50 שנה מפרס את זה. לפני 50 שנה אני באתי ארסה. הבאתי את זה וגם ההוא. זה דברים מיוחדים. עשר אמרה משהו מיוחד, תביא שמה בתערוכה, אמרתי בסדר. בוא תיקח מה שאתה רוצה במייחנות. אז הוא ביקש ממני את זה ונתתי. ואני מבסוט. תודה רבה לך, מזל טוב, עד 120, ואנחנו גאים בך. אני מודה לך. תודה רבה. אני מודה לך, סייש שמוסר החמישה לקמנה שלך.